ساعت 3:30 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم انداز بامدادی از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. در حالی که تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر جهان همچنان رو به افزایش است، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که از 2 روز پیش در بیمارستان بستری بوده، به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده. گزارش و گفتگویی داریم درباره این خبرها. با یک کارشناس درباره تاثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر ایران و برنامه‌های دولت برای مقابله با آن گفتگو می‌کنیم. و در گفتگویی زنده هم از تازه‌ترین تحولات در رابطه با این بیماری در افغانستان با خبر خواهیم شد. پیش از اینها خبرهای جهان را بشنوید. درود و صبح بخیر. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. او که پس از مثبت بودن تست کرونا در خانه قرنطینه بود، از روز یک شنبه به بیمارستان انتقال یافته بود. بنابر اطلاعیه دفتر نخست وزیر، آقای جانسون از دومینیک راب وزیر خارجه خواسته که به نیابت از او ریاست کابینه را بر عهده بگیرد. آقای راب در تلویزیون بریتانیا اعلام کرد که آقای جانسون در بیمارستان سنت توماس لندن بهترین مراقبت ها را دریافت می کند. از روز یکشنبه نخست وزیر پس از بستری شدن با علائم مداوم ویروس کرونا تحت مراقبت گروه طبی در شفاخانه سنت توماس بوده است. در جریان بعد از ظهر دوشنبه وضعیت نخست وزیر بدتر شد و به توصیه گروه طبی او به بخش مراقبت های ویژه انتقال یافت. بنابراین با توجه به این شرایط نخست وزیر از من خواست هر جایی که لازم باشد جهت پیشبرد برنامه های حکومت برای شکست ویروس کرونا از او نیابت کنم. از او در شفاخانه سنت توماس مراقبت های عالی صورت می گیرد. فرانسه دیروز بالاترین آمار مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کرونا را اعلام کرد و از مرگ 833 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. ایتالیا بعد از چند روز کاهش مرگ و میر اعلام کرده که آمار تلفات بر اثر ویروس در آن کشور یک بار دیگر بالا رفته. چین هم در تلاش است تا با موج دوم ویروس کرونا در ووهان اولین کانون گسترش این ویروس مقابله کند. در ایران نزدیک به 2800 مبتلای جدید شناسایی شده و 136 نفر هم جان خود را از دست دادند. همزمان دولت ایران برای از سرگیری فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی با انتقاد بعضی از سیاستمداران و پزشکان مواجه شده. هرچند که حسن روحانی گفته که از سرگیری فعالیت‌ها به تدریج صورت خواهد گرفت. این بازگشایی که ما داریم شروع میکنیم پلکانی هست و مردم باید توجه بکنن بازگشایی یک مرتبه امکان پذیر نیست. خبرها را از رادیو بی بی سی در لندن میشنوید. در آمریکا رقم قربانیان ویروس کرونا به 11,000 نفر نزدیک شده. تعداد مبتلایان هم در آمریکا در حال افزایش است، اما به گفته فرماندار ایالت نیویورک سیاست‌های فاصله‌گیری اجتماعی جواب داده و روند افزایش شتاب سابق را ندارد. و در پی کاهش میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اسپانیا و ایتالیا و تا حدودی در ایالت نیویورک، شاخص‌های اصلی بازار بورس وال استریت حداقل 7% افزایش یافت. این در حالی است که یکی از بانکداران برجسته وال استریت وقوع یک رکود اقتصادی بزرگ در سال 2020 را پیش بینی کرده. به برنامه امروز سه‌شنبه 19 فروردین 1399 برابر با 7 آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود. شیوع بیماری کووید 19 همچنان در صدر خبرهای جهان قرار دارد. دو کشور اروپایی کماکان بیشترین قربانیان ویروس کرونا را داشتند و فرانسه روز دوشنبه بالاترین آمار مرگ و میر روزانه از ویروس کرونا 2019 را اعلام کرده و از مرگ 833 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داده. در بریتانیا نخست وزیر بوریس جانسون به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده و ایتالیا بعد از چند روز کاهش مرگ و میر اعلام کرده که آمار تلفات بر اثر ویروس در این کشور یک بار دیگر بالا رفته. همه اینها و گزارش‌های دیگر از گوش و کنار جهان درباره تبعات گسترش ویروس کرونا از مهرنوش پورزیایی خبرنگار بی بی سی در واشنگتن. ویروس کرونا در کل اروپا تا کنون جان 50,000 نفر را گرفته.
در این میان ایتالیا با بیش از 16 هزار نفر تلفات بالاترین آمار قربانی در اروپا و در جهان را داشته. با وجود چند روز کاهش در موارد ابتلای تازه و نیز در تلفات ایتالیا، این کشور روز دوشنبه اعلام کرد 636 نفر ظرف 24 ساعت گذشته جانشان را بر اثر ابتلا به ویروس از دست دادند. اما در اسپانیا تعداد مرگ و میر روزانه کماکان در حال کاهش است و به کمترین میزان در 13 روز اخیر رسیده. در این کشور بیش از 13 هزار نفر تا کنون از این ویروس جان دادند. رئیس کمیته درمان اضطراری اسپانیا گفته گسترش ویروس کرونا تقریباً در تمام مناطق کشور رو به کاهش است. در بریتانیا روز دوشنبه مرگ بیش از 400 نفر تعداد کل تلفات در کشور را به بیش از 5000 نفر رسانده و در این میان نخست وزیر کشور بوریس جانسون هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. آقای جانسون بیش از 10 روز است که با عوارض ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، ولی از روز یک شنبه در بیمارستان بستری شده. در اوکراین که تدابیر سختگیرانه‌ای را برای مقابله با ویروس وضع کرده و از جمله پوشیدن ماسک را اجباری کرده و گردش در تمام پارک‌ها و فضاهای عمومی را ممنوع، شهردار یک شهر دستور آماده شدن صدها گروه برای قربانیان احتمالی ویروس صادر کرده. در چین تدابیر دولت برای جلوگیری از دومین موج گسترش کرونا آغاز شده. سخنگوی کمیته بهداشت ملی چین روز دوشنبه گفته 39 مورد جدید ابتلا در این منطقه گزارش شده که تنها یک مورد آن منبع محلی داشته و 38 مورد به سفرهای خارجی مرتبط بودند. بر این اساس دولت تصمیم گرفته محدودیت‌های تازه‌ای را برای سفرهای ورودی به چین از کشورهای دیگر اعمال کند. ژاپن که نسبت به کشورهای همسایه‌اش تلفات کمی از ویروس کرونا داشته، با نگرانی از افزایش موارد ابتلا در توکیو از اعلام وضعیت اضطراری خبر داده. نخست وزیر ژاپن در این حال اعلام کرده مجموعه بزرگی از محرک‌های اقتصادی را برای کمک به اقتصاد کشور اجرایی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه شب از تدابیر تازه‌ای برای مقابله با کرونا خبر داده و گفته کل کشور را تا روز جمعه در وضعیت قرنطینه قرار می‌دهد. آقای نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم خواسته تهدید ویروس را جدی بگیرند و در خانه‌هایشان بمانند. مهنوش پورزیایی در واشنگتن گزارش میداد. همانطور که شنیدید، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که روز یک شنبه به بیمارستان انتقال یافته بود، به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده. بنابر اطلاعیه دفتر نخست وزیر، آقای جانسون از دومینیک راب وزیر خارجه خواسته که به نیابت از او ریاست کابینه را بر عهده بگیرد. اجازه بدید با یاسمن میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد، گفتگویی بکنیم درباره جزئیات این ماجرا. صبح خیلی زودتون بخیر خانم میزر، خوش آمدید به برنامه. الان دیگه به خوبی میدونیم که این بیماری یعنی کووید 19 برای انتخاب میزبان خودش استثنایی قائل نیست و هر کسی میتونه در دام این بیماری بیفته. اما چیزی که رفتن بوریس جانسون به بیمارستان و انتقالش به بخش مراقبت‌های ویژه رو ویژه‌تر میکنه اینه که او رهبر بریتانیاست و حالا این سوال پیش میاد که در غیبت او در چنین شرایطی تکلیف دولت و مملکت و اداره امور چی میشه؟ شما درست میگید، مخصوصا برای مردم در بریتانیا تعجب آوره، چرا که تا 24 ساعت پیش حداقل صحبت از این بود که ایشان علائم بسیار ضعیفی داره. در حال حاضر از وزیر خارجه دومینیک راب خواسته که جانشین موقتش باشه و این اگر اشتباه نکنم رسم کابینه است. اگر این مسئله طولانی تر بشه و مدت اقامتشون در بخش اضطراری بیمارستان طولانی تر بشه، باید راه‌حل‌های دیگه رو دنبال بکنن. در هفته گذشته که آقای جانسون مریض بوده، مشاورینش هم مثل دومینیک راب نمیتونستن برن به شماره 10 و در نتیجه مسئول اول سیویل سرویس سر مارک سدویل این نقش رو به عهده داشته، به عنوان کسی که مسئولیت به اصطلاح ارتباط وزارتخونه ها با هم دیگر رو داشته باشه، ولی ایشان انتخاب نشد دست و در نتیجه
در میان وزرای دیگه آقای جانسون این بحث خواهد بود که آیا مثلا گوو انتخاب بهتری است برای جانشین موقت یا نه، ولی نمیدونیم. فعلا همچنان دولت و سخنگویان آقای جانسون تاکید بر این دارند که بسیار کوتاه مدت خواهد بود این مسئله. البته اگر که حالا آقای جانسون مناسب نباشه، تا مدتی این مسئولیت به گردن کسی دیگه ای میفته. در حال حاضر نایب رئیسی یا یک معاونی برای آقای جانسون وجود نداره. این کار رو راحت‌تر نمی‌کرد اگر که بوریس جانسون یک معاون داشت؟ درسته، ولی از اگر بخواید نوع نخست وزیری ایشان متفاوت بوده با سایر نخست وزیران در بریتانیا. مشاورین خیلی ویژه و خاصی داره، نوعی که حکومت رو در این چند ماه دنبال کرده با اون مشاوران بوده، و در این حال احتمالاً در کابینه کنونی و یا در هر کابینه ای وزرای ارشدی مثل دومینیک راب یا گوف خواهند بود. در حال حاضر البته وزیر خزانه‌داری هم موقعیت مهمی داره، ولی جدیده، فراموش نکنید که بسیار جدیده. این وزرا احتمالاً حرف معاون آقای جانسون رو نمیپذیرفتند. در احزاب، هم در حزب محافظه‌کار و هم در حزب کارگر، در موقعیتی که در دولت باشند، نقش معاون رهبر حزب کمتر از مثلا نقش وایس پرزیدنت در ایالات متحده. میشه کوتاه جواب بدید که اگر اتفاقی برای بوریس جانسون بیفته، پیش بینی قانون اساسی بریتانیا چیه در این زمینه؟ پیش بینی اصلی اینه که همونطور که گفتم سیویل سرویس، یعنی اون بخش انتخاب نشده، تا یه مدت کوتاهی کارها رو ادامه خواهند داد. هر وزارتخانه هم وزیر داره همونطور که میدونید، و هم یک وزیر دائم. این وزرا و این وزارتخانه ها در گویا چهار بخش مختلف سازماندهی شدند برای برخورد با مسئله کرونا. ولی ملکه الیزابت در موقعیتی است که از کس دیگه یا از جمع دیگه بخواد موقت، حداقل در این شرایط اضطراری، این کار را انجام بدن، یکیشون نخست وزیر بشه و کابینه حول او باشه. این صحبت هم شده و خود آقای جانسون پیشنهاد کرده بود هفته پیش که این هفته یک جلسه ای از همه رهبران احزاب مخالف صورت بگیره برای هماهنگ کردن فعالیت‌ها در مبارزه با کرونا. البته من حدسم اینه که در شرایط کنونی اون به اصطلاح همکاری احزاب و اپوزیسیون و دولت میسر نشه، ولی برای هم برای بخش سیویل سرویس و هم برای ملکه این انتخاب هست که برند پای تشکیل دولت اتحاد ملی به خاطر شرایط اضطراری. این کاری است که در مقاطع جنگی در تاریخ بریتانیا صورت گرفته، در مقاطع اضطراری صورت گرفته، و طبعا فشار رو از یک بخش خاص کم میکنه. ولی در عین حال رقابت ها در درون حزب محافظه‌کار شاید اجازه نده که چنین راه حلی رو برن پاش. متشکر هستم. یاسمین میزر، پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد. در آمریکا رقم جدید قربانیان ویروس کرونا به 11,000 نفر نزدیک شده. تعداد مبتلایان در این کشور هم در حال افزایشه، اما به گفته فرماندار ایالت نیویورک، سیاست‌های فاصله‌گیری اجتماعی جواب داده و رقم روزانه قربانیان این بیماری در این ایالت به ثبات رسیده. این خبر با واکنش مثبت بورس نیویورک همراه بوده که در هفته‌های گذشته سقوط قابل توجهی داشته. خشایر جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. تعداد جانباختگان همگیری ویروس کرونا در آمریکا از مرز 10,000 نفر گذشته. حال آمریکا با نزدیک به 11,000 نفر قربانی پس از ایتالیا و اسپانیا به جمع کشورهایی پیوسته که رقم رسمی قربانیان آن 5 رقمی شده.
تعداد بیماران شناسایی شده در آمریکا نیز دست کم به 367 هزار نفر رسیده. گزارش ها بیانگر شیوع سریع ویروس کرونا در شهرهایی مانند دیترویت، نیو اورلان و واشنگتن پایتخت آمریکاست. اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک که در هفته های گذشته به کانون این بیماری در آمریکا تبدیل شده، در یک کنفرانس خبری از ثبات تقریبی تعداد درگذشتگان در 2 روز گذشته خبر داد. این رقم در روزهای قبل دارای یک روند افزایشی بود. آقای کومو علت صاف شدن منحنی قربانیان ویروس کرونا در این ایالت را مؤثر بودن سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی عنوان کرد. تعداد بستری شدگان کاهش یافته. تعداد افرادی که به بخش مراقبت‌های ویژه فرستاده شدند کاهش یافته. اینها نشانه‌های خوبی است که ممکن است بیانگر صاف شدن منحنی باشد. بیشتر از 130 هزار نفر در ایالت نیویورک به ویروس کرونا مبتلا هستند و حدود 4800 نفر نیز جانشان را از دست داده اند. در این حال بعضی از مقام‌های بهداشتی در شهر نیویورک هشدار داده اند که به خاطر رقم بالای فوت شدگان ممکن است این شهر ناچار شود از بعضی از پارک‌ها به عنوان گورستان موقت استفاده کند. انتشار خبر کند شدن روند صعودی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در نیویورک باعث شد تا شاخص‌های عمده بورس در این شهر پس از چندین هفته سقوط افزایش یابند. شاخص‌های داو جونز و نزدک در بورس نیویورک دوشنبه بیشتر از 7% افزایش داشتند. خشایر جانیدی در واشنگتن گزارش می‌داد. در ادامه برنامه تازه‌ترین خبرها درباره شیوع این ویروس در ایران رو هم خواهیم شنید و با یک کارشناس هم تأثیرات اقتصادی این بیماری بر مردم و برنامه‌های دولت برای کمک به اونها رو بررسی می‌کنیم. شما هم نظرات خودتون رو درباره مطالبی که در برنامه می‌شنوید با ما در میون بگذارید تا جایی که بتونیم اونها رو در ادامه برنامه می‌خونیم. این هم راه تماس با ما. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22 برنامه رو با مطالبی از ایران ادامه میدیم. در ایران تصمیم دولت برای از سرگیری فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی با انتقاد بعضی از سیاستمداران و پزشکان مواجه شده. رئیس قوه قضاییه گفته حفظ جان مردم باید بر گشایش کسب و کارها اولویت داشته باشد. معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری تهران هم هشدار داده که بازگشت به شرایط عادی باعث اوجگیری دوباره شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر خواهد شد. بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته نزدیک به 2800 مبتلای جدید شناسایی شده و 136 نفر هم جان خود را از دست دادند. در همین حال حسن روحانی گفته رهبر ایران با درخواست برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا و مدیریت عوارض آن موافقت کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از باران عباسی. تهران، خیابان‌ها شلوغ، چهره پایتخت بی‌شباهت به شهری که در پی کنترل کرونا از راه فاصله گیری اجتماعی است. طوری که به نظر می‌رسد اجرای آن بیشتر به خود مردم واگذار شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما می‌گوید کار تا اینجا موفق بوده و حالا نوبت بازگشت تدریجی به شرایط عادی است، یعنی بازگشایی بعضی از کسب و کارها از چند روز دیگر. این بازگشایی که ما داریم شروع می‌کنیم پلکانی هست و مردم باید توجه بکنن بازگشایی یک مرتبه امکان پذیر نیست. تصمیمی که حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت فاصله گذاری هوشمند خوانده. تو فاصله گذاری هوشمند اون بخش از کسب و کارهای کم ریسک از جنس کسب و کارهایی که مستلزم برخی از تجمعاته
مثل تالارها، مثل رستورانها، مثل باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های بدنسازی، آرایشگاه‌های زنونه، آرایشگاه‌های مردونه، استخرها، اینا جزء مشاغل پرریس تشخیص داده. همچنان تعطیل. بعضی مقام‌ها اما درباره این اقدام هشدار دادند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه. اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم و گشایش کسب و کارها، حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد. و سخنانی مشابه از فاطمه سعیدی، نماینده مجلس. اگرچه بیش از یک ماه است که مجلس را تعطیل کردند، طرح سفاریتی تعطیلی یک ماه کشور در اولین جلسه رسمی با تعداد امضای مکفی ارائه خواهد شد. بی‌اعتنایی به سلامت مردم در مبارزه با ویروس کرونا خطایی نابخشودنی است. اصرار دولت به بازگشت به شرایط عادی در حالی است که شمار قربانیان کرونا همچنان رو به افزایش است. بر اساس آخرین آمار رسمی که دوشنبه اعلام شد، ظرف 24 ساعت نزدیک به 2300 مبتلای جدید شناسایی شده و 136 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب آمار رسمی کل مبتلایان به 60500 نفر و جان باختگان به 3739 نفر رسیده. با این حال این ارقام به آمار دیگر کشورهای درگیر کرونا که به صورت تصاعدی بالا رفته شباهتی ندارد. نشانه دیگر از آنچه منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس پیشتر گفتند، اینکه شمار واقعی قربانیان احتمالاً بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در جلسه اقتصادی امروز حسن روحانی امروز تایید کرد که رهبر ایران قبول کرده برای مقابله با کرونا و پیامدهایش 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت شود. آقای روحانی وعده داده به خانواده‌های کم درآمد هم بسته‌های حمایتی و وام داده شود. برای اونها در 4 نوبت بسته حمایتی مد نظر قرار دادیم، از 200,000 تومان تا 600,000 تومان. یک رقمی مد نظر قرار دادیم به عنوان وام به اندازه 1 میلیون تا 2 میلیون تومان. و همینطور وام به صاحبان کسب و کار که به دلیل شیوع کرونا ضرر کردند. بهشون اعلام میشه این وام همونطور که اعلام شده نرخش 12%، مدت زمان بازپرداختش 2 ساله. معلوم نیست این کمک چقدر برای کسانی که کسب و کارشان در سایه کرونا تعطیل شده یا کارشان را از دست دادن مؤثر خواهد بود. از چهره شهرها دست کم به نظر می رسد بسیاری روانه محل کارند. نشانه ای از تقلای کسب و کارها برای زنده ماندن در روزهای کرونا و ناتوانی دولت در اجرای سیاست ماندن در خانه. گزارش باران عباسی رو شنیدید. معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده که کرونا بر حدود 4 میلیون شغل در ایران تأثیر خواهد گذاشت. حجت الله میرزایی گفته که حتی اگر بحران کرونا تا پایان بهار به پایان برسد، چند ماه زمان خواهد بود که افراد بیکار شده دوباره به کار مشغول شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش پیش‌بینی کرده که بین 100,000 تا 200,000 نفر در ایران بیکار خواهند شد. همونطور که در گزارش باران هم شنیدید، حسن روحانی اعلام کرده که برای کمک به وضعیت اقتصادی مردم تا سقف 75,000 میلیارد تومان به صنایع و کسب کارها وام پرداخت خواهد کرد. با جمشید دموری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوتن کالیفرنیا و شهر تازند اوکس در تماس هستیم. سلام و خوش آمدید آقای دموری. آقای دموری، با این سوال شروع کنیم که مواجهه با این بیماری از نظر اقتصادی چه مفهومی داره برای ایران؟ خیلی ممنون از دعوتتون. با درود به شما و همکارانتون، بینندگان و شنوندگان این برنامه. ببینید، مسئله اقتصادی کرونا یک مسئله بسیار اساسی است. اگر بخوایم به یک مملکت به این صورت نگاه کنیم که نیروهای مولد مملکت، نیروهای اقتصادی و مملکت در واقع مردم و مملکتن، سازمانهای و مملکتن، و اگر به این قضیه به این صورت نگاه بشه، اون وقت خیلی مشخصه که اولویت رو باید در جهت حمایت از مردم، کاهش مرگ و میر، کنترل این در واقع بحران دونست. اگر این کار نشه، راهش در واقع قرنطینه بود که متاسفانه به نظر میاد که قراره که تا حدود شاید 10 روز دیگه به طور کامل برداشته بشه. البته این صحبت پلکانی هست، صحبتی که در زمینهایی که اونهایی که در ریسک بالا هستند اینها رو توصیه نمی کنیم بریم، ولی ببینید توصیه نکردن با انجام دادن قضیه که مردم سر کار نرن دو مسئله جداست. توصیه میشه کرد، هر روز میشه توصیه کرد،
ولی مردم موقعی سر کار نمیرن که بتونن از نظر اقتصادی تأمین باشن. اگر مردم از نظر اقتصادی تأمین باشن، در نتیجه مسئله کرونا رو میشه در مدت قابل توجهی، البته مال یک ماه دو ماه نیست، ولی میشه کنترل کرد. اون وقت اقتصاد برمیگرده به حالت معمول‌تر، همونطور که در خیلی از کشورهای جهان داره دنبال میشه. خب، اگر نباشه، اینا همه صحبتایی است که جا کار به جایی نمیبره. حالا ببینید، این بسته 2000 200000 تا 600000 تومانی یعنی چی؟ بر اساس آمار خود ایران، حدود شاید یک سال قبل، یک کسی که در خانوادگی که در خط فقره در ما احتیاج به 3,400,000 تومان داره. حالا اگه شما این 200000 و 600000 رو بردارید، نسبتش رو حساب کنید، یه چیزی بین 6% تا 18% خط فقر برای یک بار. 4 بارش هم بدید باز به خط فقر نمیرسه. باز این خط فقر ایران قابل بحثه. اگه خط فقر رو بر اساس ضوابط بانک جهانی حساب کنید، در هر ماه یه چیزی حدود بیشتر از 8.7 میلیون تومان باید به یه خانوار با همین اشل در واقع 3.3 داده بشه. یعنی این مبلغ برمیگرده به یه چیزی حدود 2.3 تا 7% درآمد یک خانوار برای رسیدن به خط فقر ایران. این قضیه. بنابراین مسئله رو خواهش می‌کنم. آقای دمویی، ببخشید آقای دمویی، بنابراین اولویت اقتصادی دولت برای مقابله با تاثیرات منفی کرونا ویروس کرونا چی باید باشه؟ اولویت به این صورت باید باشه. اولویت به این صورت باشه که مردم تأمین بشن، اقتصاد در برای اول قرار بگیره. مسئله در واقع کنترل کرونا. چون اگه کرونا در این مقطع به عنوان اولویت، بالاترین اولویت قرار نگیره، این در واقع سرمایه سوزی در ایران. یه چیزی هست به نام سرمایه گذاری، یه چیزی هست به نام سرمایه سوزی. سرمایه سوزی عبارت از اینه که شما کاری میکنید که زمینه های در واقع گسترش و افزایش رو بخشونید، از بین ببرید. بهش میگن سرمایه سوزی. بنابراین وقتی مردم اجازه داده میشن که برن سر کار، وقتی مردم بهش فشار اقتصادی بیاد که بخوان برن سر کار، برای چاره دیگه ندارن، این سرمایه سوزی در من. سرمایه گذاری اینه که شما اینا رو تأمین کنید، مردم بتونن در خونه هاشون باشن، مردم بتونن تأمین باشن، و این تأمین باعث این بشه در واقع ابتلا به کرونا کم بشه، اقتصاد به حالت معمول برگرده. در اینجا شما به وسیله کمک کردن به مردم خودتون سرمایه گذاری کردید در احیای اقتصادی. اینه مسئله. این مسئله رو ما نمی‌بینیم متاسفانه در تصمیمایی که دولت گرفته یا داریم میگه یا ازش صحبت میکنه. آقای دمویی، فرصت کمی داریم. بفرمایید که دولت درآمد نداره، نه مالیات داره، نه درآمد نفتی به اون شکل داره. برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی چقدر میتونه کمک بکنه به این وضعیت؟ چه نهادهای دیگه هستن در کشور که بشه از اونها کمک گرفت، کمک مالی؟ در بالای اول من این خدمتتون بگم که این کمک بسیار ناچیزی است و چطور میتونه این کارو بکنه، قدم‌های مختلفی میتونه. اولویت‌ها رو، بودجه رو باید عوض کنه. به نظر میاد کردن باید بیشتر بکنه. درآمدهای مالیاتی یک مقداریش از بنگاه هاست که در واقع هیچ پتانسیلی ندارن، بنابراین باید درآمد مالیاتی از جاهایی باشه که مالیات ندادن، برمیگرده به ارگانهایی که مالیات نمیدن. مثلا به عنوان مثال سازمان اوقاف و امور خیریه به خصوص آستان قدس رضوی امکانات مالی زیادی داره که میتونه در این مورد در واقع کمک بکنه و اینو در اختیار قرار بده. مسئله دیگه اینه که شما میتونید همین در موقع برداشت از صندوق توسعه ملی میتونه به مراتب بیشتر باشه. آخرین ارقامی در این مورد در سال 1994 بود، 80 میلیارد دلار بود. حالا ممکنه همه رو دستی نداشته باشه دولت بهش، ولی مقدار زیادش رو خواهد داشت. مسئله بعدیش اینه که از اقشاری بسیار متمولن در این مورد یک دونه صحبتی بود که بخوام به اینا اوراق قرضه دولت رو بدن و از اینها در واقع مقادیر زیادی پول بگیرن بابت اون. این در واقع اینا مالیاته که بر اساس این میتونه انجام بشه. تلاش دیگه‌اش به این صورت شما بخوایم برگردیم به این قضیه به این صورت نگاه بکنیم که میتونیم چطوری فشار البته به صورت خیلی منطقی که عملی باشه، که این در واقع محدودیت های بین المللی برای ایران گرفتن کمک و حتی کاهش در واقع تحریمات آمریکا در این مورد، در مورد گرفتن صندوق بین المللی پول که این رو در واقع ندادی به ایران، اینها باید انجام بشه. امکان دادن در واقع امکان به ایران برای اینکه بتونه مقادیر زیادی از سپرده‌هاش ورداره، اینو از طریقی که میتونه به طور مشخص وریفای بشه در جهت مبارزه با کرونا، امکاناتی هست در این مورد.
این امکانات رو باید دولت به صورت خیلی جدی به پیش ببره. مقادیر زیادی منابع داخلی هست که باید استفاده کنه. متأسفانه به نظر نمیاد از اونها استفاده بشه، حتی صحبت استفاده از اونها باشه. خیلی ممنون هستم آقای دمویی. جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا. بندازیم به تازه ترین خبرهای جهان. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. او که پس از مثبت بودن تست کرونا در خانه قرنطینه بود، از روز یک شنبه به بیمارستان انتقال یافته. فرانسه دیروز بالاترین آمار مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کرونا را اعلام کرد و از مرگ 833 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. ایتالیا بعد از چند روز کاهش مرگ و میر اعلام کرده که آمار تلفات بر اثر ویروس در آن کشور یک بار دیگر بالا رفته. در ایران نزدیک به 2800 مبتلای جدید شناسایی شده و 136 نفر هم جان خود را از دست دادند. همزمان تصمیم دولت ایران برای اثرگیری فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی با انتقاد بعضی سیاستمداران و پزشکان مواجه شده. در آمریکا رقم قربانیان ویروس کرونا به 11000 نفر نزدیک شده. تعداد مبتلایان هم در این کشور در حال افزایش است، اما به گفته فرماندار ایالت نیویورک سیاست‌های فاصله‌گیری اجتماعی جواب داده. و در پی کاهش میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اسپانیا و ایتالیا و تا حدودی در ایالت نیویورک، شاخص‌های اصلی بازار بورس وال استریت حداقل 7% افزایش یافت. کاش آفرین روز عروسی مریض میشد و هر دومان در خانه میماندیم. کاش داشتم ازشان فیلم برداری میکردم. از توی سالن صدای آهنگ و پایکوبی میامد. مادرم داشت روی سرشان نقل میپاشید. چیزی که شنیدی در واقع بخشی بود از معرفی دو کتاب که در بخش معرفی کتاب امروز خواهید شنید و برنامه دیگه که در نیمه دوم میشنوید، البته مرور روزنامه‌ها از خبرهای ورزشی، از چند خبر کوتاه از ایران داریم و با خبرنگارمون یک از همکارامون در کابل صحبت میکنیم در مورد تازه ترین آمار مربوط به کرونا در این کشور. وزارت بهداشت افغانستان از شناسایی 30 بیمار جدید کرونا در یک روز گذشته خبر داده. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت بهداشت در یک نشست خبری گفته که شمار مبتلایان کرونا اکنون به 367 نفر رسیده. آقای مایار همچنین تایید کرده که روز گذشته 2 نفر در بلخ و 1 نفر در کابل بر اثر بیماری کرونا، بر اثر بیماری کووید 19 جان خودشون را از دست دادند. با این موارد شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور به 11 نفر رسیده. همکارم ارشاد هنریار روی خط مستقیم تماس با ماست در کابل. ارشاد، میتونی یک توضیح درباره تازه ترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا و قربانیانش در افغانستان بگی؟ هر روز که میگذره آمار تلفات بیشتر میشه و زنگ خطر کرونا در افغانستان بلندتر از پیش شنیده میشه. آماری که در روزهای گذشته، دو سه روز گذشته اعلام شده، در مقایسه با آمار هفته های پیش به مراتب بیشتر است و نگران کننده تر این که نشان می دهد شواهد بسیار که این ویروس به مرحله گردش در جامعه در آمده و از جمله کسانی که قربانی شده. دیروز در تازه ترین مورد یک دکتر که در یک شفاخانه خصوصی مشغول کار بود به این ویروس آغشته و قربانی شد. وزارت صحت اعلام کرد که این دکتر از قربانیان کادر درمانی نیست که به خاطر درمان ویروس کرونا قربانی شده باشد. گفت که در جامعه آلوده شده به این ویروس و قربانی شده و وضعیت اینطوری است. حکومت افغانستان اقداماتی برای تردد کمتر در نظر گرفته، این تدابیر رو تمهیدات مناسب بوده تا به حال جواب داده؟ امکانات و تدابیر و تمهیدات که به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در روزهای اخیر در نظر گرفته شده و مراتب شدیدتر از گذشته است. در بسیار ولایت ها تقریبا رفت آمد مختل است. در کابل کسانی که نقص میکنن قاعده را و از خانهایشون بیرون شوند بدون دلیل موجه بیرون شوند تا 18000 افغانی جریمه میشن. در ننگرهار در شرق افغانستان که هم مرز است با پاکستان، کسانی که از مرز وارد خاک افغانستان میشن چند روز در قرنطینه میمونن تا اینکه ثابت شوه اینا سالم هستند و ویروس را با خود نیاوردن. در هرات هم کار ساخت و ساز شفاخانه مخصوص مبتلایان به کرونا تکمیل شده، شفاخانه 100 بستر داره. هرچند نگرانی از ای که آیا امکانات لازم برای درمان مبتلایان در اونجا وجود داره یا نه وجود داره،
این نگرانی و در کابل گشت و گذار مدتی محدود شده، نگرانی از این که کسانی که روزانه کار میکنن رو شام بخورن و روزگارشان به او وابسته است، مبتلایان به کرونا و کسانی که کار کرده هستند و روزانه کار میکنن، این که اینا چگونه تأمین معیشت بکنن. در این مقوله کابل من صحبت کردم و گفت که ما در نظر گرفتیم تقریبا به حدود 30,000 خانواده مواد غذایی توزیع کردیم و در برنامه داریم که حداقل به 200,000 خانواده در کابل تنها و ولسوالی‌هایش مواد غذایی توزیع بکنیم. همینطور در اون شمار از ولایت‌ها هم نهادهای حکومتی، نهادهای خیریه دست به آغاز پروسه یا کارزار کمک به بینوایان زدند. متشکر هستم ارشاد هنریار در کابل. چشم‌انداز بامدادی رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. یک عضو ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران میگوید حدود 500,000 نفر در کشور به این ویروس مبتلا شدند. حمید سوری تاکید کرده که این آمار دقیق نیست چون بیمارانی با علامت خفیف هنوز شناسایی نشدند. پیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود برخی از استان‌ها میتوانند علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های آموزشی را هم شروع کنند. آقای سوری گفته تصمیم به بازگشایی برخی مشاغل ناشی از معذوریت‌های اقتصادی، سیاسی یا حتی امنیتی است، ولی این تصمیم بخت موفقیت‌ها در مهار همه گیری کرونا را به گفته او بسیار کم می‌کند. علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرده که تاکسی‌ها بر اساس طرح فاصله گذاری اجتماعی تنها می‌توانند 2 نفر را در صندلی‌های عقب سوار کنند. سخنان آقای قنادان اعتراض برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته. آنها گفتند فاصله بین 2 نفر در تاکسی برای حفظ فاصله و منتقل نشدن کرونا کافی نیست. بسیاری خواستار تعطیلی کامل استفاده از وسایل نقلیه عمومی و همچنین تعطیلی 1 ماهه کشور شدند، اما دولت این پیشنهادات را رد کرده است. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توییتری از عدم اجازه به فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران و همزمان فعالتر شدن سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی ابراز شگفتی کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پیام خود نوشته مایه شگفتی است. رهبر ایران نیروهایی را که به گسترش تروریسم در سراسر منطقه مشغولند تقویت می‌کند، در حالی که پزشکان بدون مرز را بیرون کرده است. پزشکانی که می‌کوشیدند به مردم ایران که از ویروس کرونا رنج می‌برند کمک کنند. و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران میگوید علیه حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته بود در پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هیچ کس بازداشت نشده اعلام جرم کرده است. شکرالله بهرامی اظهارات آقای نوروزی را برخلاف حقیقت و موجب تشویش اذهان عمومی خوانده. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته در پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی 1 نفر بازداشت و چند نفر احضار شدند. حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشتر گفته بود هواپیمای اوکراینی 1 هفته قبل از سرنگونی در ایران در اسرائیل بوده و به نظر می آید که دستکاری شده است. و الان نوبت می رسه به مرور روزنامه های امروز صبح تهران با فرشته قاضی روزنامه نگار در آتلانتا. بررسی روزنامه های امروز تهران رو شروع می کنیم با حمایت نابجا از آفتاب یزد. خط قرمزهای جدید برای خودمان نسازیم، از همدلی عادی برای مردم، قرنطینه برای مسئولان، از ابتکار و در نهایت هم چرا باید به زندانیان مرخصی اعطا شود از آرمان ملی. خب پس با روزنامه آفتاب یزد شروع کنیم. این بحث سفیر چین و معاون وزارت بهداشت ایران که روز گذشته در توییتر شکل گرفته بازتاب بسیار گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته. روزنامه‌ها از عملکرد وزارت خارجه ایران به شدت انتقاد کردن و در روزنامه آفتابی از مهدی مطهرنیا اشاره کرده به حمایت سخنگوی وزارت خارجه ایران از سفیر چین در این مجادله و نوشته نوع موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه به شکلی که گویی بیشتر حافظ منافع چین در حمایت از سفیر این کشور به جای اینکه به حمایت از مسئول ایرانی بپردازه. در واقع روزنامه آفتابی است خواستار برخورد محمد جواد ظریف هم در این مورد با سخنگوی وزارت مطبوعه خودش شده. خب روزنامه همدلی در مورد این خط قرمزهای جدید چی نوشته؟ فضل‌الله یاری سردبیر این روزنامه شبیه سازی کرده با کاپیتالیسیون و نوشته هرچند انطباق
کامل اتفاق روز گذشته با مفهوم کاپیتالیسیون دشواره، اما اذهان عمومی رو به این سمت میکشونه که برخی از کشورهای دیگه از قدرت، نفوذ و مسئولیتی در داخل کشور ما برخوردارن که برخی نهادهای دولتی و مردمی ایران برخوردار نیستن. پیش از این روسیه و سوریه از این سازوکار غیر رسمی در داخل ایران بهره آوردن. با اتفاقات روز گذشته چین هم به این فهرست اضافه میشه که این به نفع منافع ملی ایران نیست. خب حالا هم بریم سراغ روزنامه ابتکار. الهام برخوردها در این روزنامه از تناقض در تعطیلی جلسات برخی نهادهای عالی به دلیل کرونا با بازگشت به کار مردم نوشته، انتقاد کرده و معتقده که در حالی که مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام تعطیل شدن، اما کارمندان و کارگران همچنان باید سر کار برن. اگر قرنطینه کردن و فاصله گذاری اجتماعی راهکاری کارآمد برای روزهای کرونایی در ایران، خانم برخوردار پرسیده که چرا این قانون برای همه مشاغل یکسان رعایت نمیشه. اگه جلسات مجلس شورای اسلامی و برخی نهادها به خاطر کرونا تعطیله، باید دیگر ادارات و مشاغل هم تعطیل بشن. و در پایان هم روزنامه آرمان ملی و موضوع اعطای مرخصی به زندانیان. ما مساله نیکبخت حقوقدان در این روزنامه به وضعیت کنونی زندان‌ها و عدم تعادل تعداد زندانیان و محیط زندان‌ها اشاره کرده و نوشته که ضرورت داره میزان زندانیان و بازداشتگان به یک هشتم تعداد قبلی کاهش پیدا بکنه به دلیل شیوع بیماری کرونا. و با توجه به این که محدودیت‌های امکانات بهداشتی در زندان وجود داره و نزدیکی بیش از حد زندانیان به هم باعث میشه که جان زندانیان با خطر جدی مواجه بشه، آقای نیکبخت خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و نوشته که غیر از مجرمان پرخطر، نگه داشتن سایر زندانیان با وضع کنونی به هیچ عنوان صلاح نیست. خب من در ضمن باید بپرسم، مطمئن بشم که آیا این روزنامه‌ای که برای ما خوندی مطالبی از بینشون انتخاب کردی، اینا همشون نسخه های آنلاینی بودن دیگه، اینا که چاپ کاغذی نشدن، درسته؟ همینطوره. در واقع تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر توقف انتشار کاغذی روزنامه ها این روزها باعث شده روزنامه ها فقط به صورت آنلاین منتشر بشن روی وبسایت هاشون و این مسئله به شدت از سوی روزنامه نگاران در داخل ایران مورد انتقاد قرار گرفته. در همین مورد هم من با آقای شمس الواعظین روزنامه نگار و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مصاحبه کردم که این مصاحبه در اختیار شماست. در واقع نظر ایشون رو پرسیدم. موج محدود کردن آزادی مطبوعات از دهه 70 بدین سو، یعنی اواخر 70 حالا بگیم، باعث شده که رسانه‌های مکتوب در ایران به ویژه مطبوعات کاغذی تأثیرات خودشون رو در مدیریت افکار عمومی و در به اصطلاح نقشه سیاسی ایران از دست بدن، کاملا هم از دست بدن. علم قاعده دولت اونها رو یک عنصر بی اثر غیر حیاتی میدونه، بنابراین اون چه که باقی میمونه برای این رسانه‌های کاغذی ریسک بالاشونه در انتقال این ویروس. مسئله بعدی، آیا ما میتوانستیم غیر از روش بستن مطبوعات کاغذی روش‌های دیگه‌ای برای حفظ موقعیت کمجان مطبوعات کاغذی بهره بگیریم؟ پاسخ بله، آریز. چرا؟ ما به روزنامه یومیوری ژاپن داریم 11 میلیون تیراژ داره، اومد از روش های خلاقانه تری استفاده کرد، چاپ کاغذی رو ادامه داد، از همه مشتریانش خواست آدرس های خودشون رو به سایت روزنامه منتقل کنن و یومیوری با آدرس ها مستقیم بدون دسترسی انسان یا دستمالی شدن این روزنامه از خود چاپخونه با آدرس مشترکین مستقیم با پست سریع میرفت در خونه های مردم و دارد میرفت. همین الانی که ما صحبت میکنیم همین روشو به کار گرفتن کره جنوبی، همینه سنگاپور، همینه بسیاری از روزنامه های چاپ چین همکنون همینه و هیچ قطع ارتباطی بین رسانه های مکتوب و افکار عمومی ایجاد نشده.
مرور روزنامه امروز تهران رو شنیدید با فرشته قاضی که با سخنان ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار تموم شد. اجازه بدید نگاهی بندازیم به چند تا از پیام های شما. ترنم نوشته من فکر میکنم این ویروس برای نامود کردن و حفظ افراد پیر ضعیف و کسانی که ژن آسیب پذیر دارن طراحی شده، چون چند سال قبل آوازه این بود که کشورهای ابرقدرت برای کمبود غذا در سالهای آینده میخواهند چندین نژاد را از بین ببرند. که البته موضوع نژاد، مطرح شدن نژاد اینجا زیاد معنی نداره. اما در پاسخ لقمان نوشته دست بردارید از توطئه، از توهم توطئه نژاد. همیشه با گردش طبیعت بشریت دچار چنین مشکلات و معضلاتی میشه. سارس، بعدن مرس و الان کرونا، بعد هم چیزهای دیگه. و نیسار هم نوشته نخیر من باور ندارم چنین کاری برای از بین بردن مردمان سن بالا و یا معلولین و مریضان و ناتوانها بوده باشه. اینو از فیسبوک بود. و در تلگرام اجازه بدید ببینم که از کجا شروع بکنم. حبیب نوشته که با سلام، روز 17 فروردین از فرودگاه شیراز به سمت اهواز که محل کارم هست میرفتم. در ورودی فرودگاه گفتند ماسک را بردارید. برای اولین بار به من گفتند چمدانت را باز کن. تمام مواد غذایی داخل چمدان را با دستان آلوده لمس کردند. هیچ پروتکل بهداشتی رعایت نمیشد. حراست سپاه هم اسپری ضد عفونی همه را میگرفت و اجازه نمیدادند با خودمان داشته باشیم. بعد اجازه بدید امید نوشته که آمار کشورهای غربی در مورد سرعت گسترش و تلفات کرونا در این کشورها کاملا مشخص میکنه که آمارهای رسمی ارائه شده در چین و جمهوری اسلامی چقدر از واقعیت دوره. و حالا هم بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز با علی آخوندان. خبرهای ورزشی رو با انتخاب مهدی محمد نبی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران شروع میکنیم. خبری که دیروز رسانه‌های ایران منتشر کردن، گفتن که با تایید هیئت رئیسه فدراسیون که به گفته رسانه‌های ایران با حضور اکثر اعضا بوده، آقای محمد نبی به عنوان دبیرکل انتخاب شده. خب قبلا هم حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال این انتخاب رو انجام داده بود، اما خب کنفدراسیون فوتبال آسیا ایرادهای قانونی بهش گرفته بود، از جمله همزمان بودن حضور ایشون در هیئت مدیره پرسپولیس که گویا پریروز یک کنفرانس ویدیویی بین مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و AFC انجام شده و مشکل حل شده بود و به هر حال آقای نبی به این سمت رسیدن. خب علی، از لیگ برتر فوتبال انگلیس چه خبر؟ دیروز خبر اومد که مذاکره بازیکنان با مسئولان لیگ برای کاهش دادن دستمزدشون باشگاه به باشگاه انجام میشه و متفاوت خواهد بود. قبلا لیگ برتر از بازیکنان خواسته بود که 30% حقوق خودشون رو به خاطر دوران کرونا و مسائل اقتصادی هست کاهش بدن، اما خب اتحادیه بازیکنان حرفه گفته بودش که این کاهش ممکنه که به سازمان خدمات درمانی بریتانیا لطمه بزنه با توجه به اینکه از مالیات این بازیکنان که می پردازن کم میشه. دیروز یه خبر دیگه هم اومد که باشگاه لیورپول معذرت خواهی کرد و از تصمیمش برگشت. باشگاه لیورپول گفته بود که به کسانی که در واقع غیر بازیکن هستن در این باشگاه حقوق نمیده، اما خب معذرت خواهی کرد و از هوادارانش و گفت که این تصمیم رو انجام نمیده و طبیعی هم به نظر میرسه که باید باشه برای پنجمین باشگاه ثروتمند جهان که پول تمام در واقع کادرش در این ایام سخت برای اونها بده. اما خبر دیگه که به نوعی میشه گفت جالبه در لیگ برتر فوتبال انگلیس اینه که سانه اونگ مین ستاره تاتنهام قراره که برای سربازی به کره جنوبی سفر کنه. در کره جنوبی در 28 سالگی افراد باید به خدمت سربازی برن که خب سان هم ماه ژوئیه 28 ساله میشه. دوره سربازی 21 ماه هست در کره جنوبی، اما این بازیکن به دلیل اینکه در بازی آسیایی 2018 قهرمان شده از خدمت سربازی معاف است و فقط باید 4 هفته رو در کشورش بگذرونه که گفته میشه در ماه مه هست. دیروز در ضمن خبر درگذشت رادومیر آنتیچ رو شنیدیم، سرمربی نامدار دنیای فوتبال که در سن 71 سالگی بعد از یک دوره بیماری طولانی درگذشت. در مورد اون چی میتونی به اون بگی؟
تنها مربی دنیا که هم سرمربی رئال مادرید، هم سرمربی اتلتیکو مادرید و هم سرمربی بارسلونا بود. خب آقای آنچیش دوران طولانی در مربیگری و در دوران بازی داشت، اما خب دو تا در واقع میشه گفت نقطه درخشان در دوره مربیگری و در دوره بازیش. در دوره مربیگریش با اتلتیکو مادرید بود که در سال 1996 موفق شد قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی فوتبال اسپانیا باشه. به عنوان بازیکن در لوتون بود. آقای آنچیش در سال 1983 گلی به منچستر سیتی زد که تونست لوتون رو در دسته برتر فوتبال انگلیس نگه داره. یکی از میشه گفت معروفترین گلهایی هستش که در فوتبال انگلیس تا کنون به ثمر رسونده شده. به بخش پایانی برنامه رسیدیم، یعنی معرفی کتاب. در اینجا مسعود بهنود روزنامه‌نگار طبق معمول دو کتاب به شما معرفی میکنه. مولود قضات نویسنده هست، نویسنده خوبی هم هست، با همون یک کتاب دریای خاکستری که قبلا ازش خونده بودیم بر ما قاطعا این نتیجه به دست آمده بود که او نویسنده است و جدی در ادبیات هست، چه برسه که الان قصه بر سنگ فرش خیس شانزلیزه نوشته که دومین قصه است که از او میخونیم. و همینقدر براتون بگم که قصه یک زنی است به نام شیدا که گوینده قصه است، در یک دوره 10 ساله است، در یک خانواده بسیار پر جمعیت و مذهبی در تهران زندگی میکنه. از کودکی پای حرف مادرش نشسته، همه فنون روزه و خطبه و همه این کارا رو بلده و خیلی خوب بلده. اما وقتی داستان پیچ اصلی رو میخوره که او از طرف یک سازمانی برای همکاری به فرانسه دعوت میشه و میره به پاریس، و بنابراین قصه دوم این زن به بلوغ رسیده و جوان موقعی است که حالا اومده میخواد دنیا رو فتح کنه و کشف کنه، و در این فتح و کشفی که داره میکنه بودن در شانزلیزه خیلی معنی داره، و در نتیجه سنگ فرش خیس شانزلیزه یکی از کتابهای خیلی مهمی است که در ماهای اخیر منتشر شده. بشنوید با صدای نویسنده مولود قضات بخشی از رمان بر سنگ فرش خیس شانزلیزه. نور چشمش را زد، نمیدانست چه مدت گذشته است، یک ساعت، یک روز، یک ماه یا یک عمر. کوچه غریب بود، انگار صد بار دور خودش چرخیده باشد. سرش گیج می‌رفت و جهت را پیدا نمی‌کرد. کاش نگهش می داشتند، کاش بیرونش نمی کردند. رکابی زرده گفته بود به ایسا بگو حساب بی حساب. شیدا فکر کرد چرا هنوز هوا روشن است. کیف و کلاسورش را گذاشت زمین و دکمه های مانتوش را بست. هرچه می کرد مغنه‌اش صاف نمی شد، دستاش می لرزید، جا دکمه ها تنگ شده بود. سرش گیج می رفت. ماشینی نزدیک شد و زن کنار راننده زل زد بهش. صورتش را چسبان به دیوار و آنقدر ایستاد تا آن ماشین و دو تای بعدیش هم رد شدند. رفت آن طرف خیابان، ایستاد و خانه دو طبقه با در کوچک قهوه‌ای را که ازش بیرون آمده بود نگاه کرد. فرقی با خانه سمت چپی و راستیش نداشت. فقط لای پنجره طبقه دوم باز بود و پرده توری چرک موری تکان می‌خورد. دوید، دیرش شده بود. نگاه آن زن پیش بود. دوید. باید چه کار کند؟ باید کجا برود؟ ایستاد. باید بر می گشت و در می زد و التماس می کرد که نگهش دارند. حالا کجا برود؟ آن زن چرا آن طوری نگاهش کرد؟ دوباره دوید. پایش پیچید و خورد زمین. کاغذ های طراحیش ولو شد. می خواست جمعشان کند. اما از لای هم لیز می خوردند و می افتادند تو جوی آب. نگاه آن زن دنبالش می آمد. تونتر دوید تا ته کوچه. رسید به 15 متری. جلوی خانه ایشان ایستاد، دور و برش را پایید. دستش به زمین رسید.
خانم کتایون سلطانی مترجم و نویسنده فعلا احتیاج به معرفی برای کسایی که خواننده کتاب‌های ترجمه هستند، به خصوص نوجوانان، اصلا اسم جدیدی نیستند. شاید برای کسایی که رمان می‌خونند در این زمینه جدید باشن، این دو نوع زندگی کردن، یه نوع از زمان تولد تا همین 14-15 سال پیش بود که اول در دبیرستان هدف تهران درس خوند و بعد مهندس کشاورزی از دانشگاه تهران شد و ارشد رو در رشته اقتصاد از دانشگاه هامبورگ گرفت. یعنی دیگه از این زمان بعد دیگه در آلمان بودیشون و با نشریات کم و بیش همکاری میکرد تا اینکه یواش یواش ترجمه رو شروع کرد. در 15-16 سالی گذشته 40 کتاب ترجمه کرده است ایشون و به همین جهت هم بیشتر به عنوان مترجم معروفه، ولی این سرانجام کسی است که به نوشتار رو میاره که بالاخره اولین کتاب خودش رو نوشت، چمدان دلتنگی. چمدان دلتنگی داستان کوتاه هست ولی به نظر من نوید این رو میده که حالا دیگه ایشون بعد از یک همچین تجربه‌ای در زندگی که گفتم دیگه وارد صحنه میشه که به عنوان نویسنده و بعدن رمان خودش رو ثبت کنه. با هم گوش میکنیم به بخشی از چمدان دلتنگی به نوشته کتایون سلطانی با صدای خودشون. کاش آفرین روز عروسی مریض میشد و هر دومان در خانه میماندیم. کاش داشتم ازشان فیلم برداری میکردم. از توی سالن صدای آهنگ و پایکوبی میامد. مادرم داشت روی سرشان نقل میپاشید. توی دوربین دیدم که کیسه نقل از دستش افتاد. دیدم که به سمت آفرین دوید. دیدم که او را بغل گرفت و هراسان به من نگاه کرد. چشم از دوربین برداشتم، دیدمش. محسن را میگویم. داشت مثل گراز به مادرم که نمیخواست آفرین را رها کند حمله میکرد. صدای گوشخراشی آمد. چهره مادرم در هم پیچید. دستهایش از هم باز شد. او و آفرین هر دو افتادند روی زمین. لباس سفید ساتن آفرین و پیراهن گلبهی مادرم قرمز شدند. آفرین بلند شد به سمتم دوید. دیگر مجسمه نبودم، آدم شدم. دستهایم را باز کردم تا در آغوشش بگیرم. گراز پرید بینمان. آفرین را گرفت توی بغل. صدای مهیبی به گوشم خورد. چیز داغی توی قلبم را سوزاند و دیگر هیچ نفهمیدم. جنازه‌ام را خودم دیدم. رویش را پوشاندند، گذاشتندش توی آمبولانس و رفتند. یعنی همه چیز تمام شد. روزهای خوش پارسال جلوی چشمم رژه می‌روند. چقدر طعم خوشبختی ملس بود. همراه صدای زوزه باد سحرگاهی خود را به محل کار رساندن و شستن راهروها و توالت‌های بیمارستان چه کیفی داشت. کفش‌های ورنی قرمز مرنگ را که برای آفرین خریدم چه ذوقی کردی. خواسته بود کفشی داشته باشد به رنگ ماتیک من. یک هفته گذاشتیمشان روی تاقچه و لذت بردیم. از همه این حرف‌ها که بگذریم میتوانستیم شلخته باشیم. قبل از اینکه از خانه بیرون برویم لازم نبود که حتما رو تختی را مرتب کنیم. وقتی هم که برمیگشتیم میتوانستیم پاهایمان را جلوی تلویزیون دراز کنیم، با هم کارتون ببینیم و به ساندویچمان گاز بزنیم. چقدر حیف است که من به راستی مرده باشم. اگر آفرین را نجات داده باشند شاید تا چند روز دیگر به مردنم عادت کنم. اما هیچ کس حرفی نمیزند. پلیس جنایی برای بازجویی به منزل عمویم آمده است. میپرسد قاتل را میشناسید؟ پدرم سرش را بلند میکند و میگوید قاتل منم. مسعود بهنود روزنامه‌نگار در لندن با معرفی دو کتاب ساعت اول چشم‌انداز بامدادی امروز ما رو به پایان رسوند. ساعت دوم تا دقایقی دیگه با تازه‌ترین خبرهای جهان آغاز میشه. در اینجا من نازنین جاوید همراه با فرج بالافکن تهیه کننده برنامه با کسانی که در اینجا ما رو ترک میکنند خداحافظی میکنیم و امیدواریم کسانی که تازه به ما پیوستند بقیه برنامه رو در ادامه در ساعت دوم بشنوند.